ماشین خشن اینجا چی کار میکنه؟ یه لحظه وایسا داداش، یه لحظه من خانم جان، مهریارم هر چی شما دستور بفرمایین ما تابع نظر شما هست. داداش وایسا، چی کار داری؟ هیچی دیگه، سهرخیزی و تغییر رویه و نمیدونم نیل به خوشبختی همه 4 روز بود؟ آره برو بیرون، من خوشم نمیاد با هم مثل بچه ها رفتار میکنی. برم بیرون دیگه. آره برو بیرون. باشه میرم بیرون، ولی یه چیزی میخواستم بهت بگم دیگه. نه خب وایسا وایسا، چی میخواستی بگی؟ هیچ، دوباره گولم زدی دیگه. من کی تا حالا تو رو گول زدم که دفعه دومم باشه؟ چرا دیگه، منو گول زدی بردی بیرون که اینا با خیال راحت بدون مزاحمت بیان خواستگاری کنن برن. من گولت نزدم، همه نگران بودن یه وقت یه چیزی نگی آبروشون جلوی خانواده پسره بره. بعدش هم من فقط واسه نخودسیا که نبردمت بیرون. پس واسه چی بردی؟ میخواستم خودت بیای سحر رو ببینی، باش هر حرفی داری بزنی که دیگه نری تو پارک جلوشو بگیری نظرشو در مورد خودت بپرسی. عجب آدم دهن لقیه، به این زودی اومد بهت گفت؟ با چی فکر کردی؟ دختره همه چیزشون رو به هم دیگه میگن و حواست باشه. بعدش هم داداشی الان پاشو به چسب کار و زندگی، دیر به جنبی مرغ از قفس پریده گفته باشم. خب میگی چیکار کنم؟ تو بیجا کردی، چه غلط ها، هنوز نمیتونی دماغ تو بالا بکشی؟ اون وقت میخوای بری واسه من زن بگیری؟ وا مامان، وا زهر مار، همه آتیش از گور تو بالا میشه، فکر نکن من نمیدونم. بابا حرف بدی نمیزنی که پسر بابا میخواد زن بگیره، نسل منو ادامه بده. مامان من الان 22 سالمه، در حس و استنی بره از زندگیم قرار دارم، باید سر سامون بگیرم دیگه. قدیما تا اسم زن گرفتن میومد مردا با 6 ماه سیبیل همچین سرخ و سفید میشدن که نگو. حالا یه جغل بچه واسده تو روی من هی میگه من زن میخوام. مامان جان من گفتم بیاد به شما بگه، واقعا این رفتار از شما بعیده. تو حرف نزن، تو یکی حرف نزن که تلافی همه اینا رو سر تو در میارم. مادر من، عزیز من، 4 روز دیگه هم میخوام برم لالیگا کشور غریب، اونجا من نمیخوام از سیر اون حاشیه هاشم. ایتالیا هم پر حاشیه، دیروز تو روزنامه خوندم وضع اقتصادیشون خیلی خرابه. بابا جان لالیگا تو اسپانیاست، ایتالیا نیست که. چه ایتالیا چه اسپانیا، تو بیجا میکنی اسیر حاشیه بشی پسر بی تربیت. به خودت اجازه میدی جلوی پدر مادرت اینجوری صحبت کنی؟ شلوغش میکنی من خانم، پسر پر بیراه نمیگه منم برم اسپانیا پرهاشیه میشم. بله بابا، حالا ما هم که نخواستیم همین فردا عروسی کنن، بریم یه صحبتی بکنیم، یه حرفی بزنیم، اینم تکلیف خودشونو بدونن، بعد میگم بابا. نه خیر، کاملا درست میگی، پسر که پشت لبش سبز شد باید زن بگیره. اصلا اگه بخوایم میدم همین بالای یه واحد برات بذارم پیش خودمون زندگی کن. در راه ازدواج جوانها نباید سخت گیری کرد مهی خانم، حالا که خودش زن میخواد ما چرا انگولت بیاریم؟ من دیگه چی بگم؟ وقتی شما آقای خونه ای و خودت اینجوری تشخیص دادی من حرفی برای گفتن ندارم. خب این حالا یعنی چی؟ تکلیف من چی شد؟ یعنی شما برو به تمرینات برس، مامانت هم میره به خانم خسروی صحبت میکنه، مجبورت میکنه، بالاخره درست میشه. Thank you.
لطفاً توجه کنین. اینجا کاملاً تخلیه شده. هر کس شکایت داره و مال باخته است، شکایت نامه تنظیم میکنه. انشالله ما هم به زودی این کلاهبردار رو دستگیر میکنیم. اینجوری که نمیشه. این مردک پول ما رو خورده. تکلیف ما چیه؟ ما باید چیکار کنیم؟ بابا جان داداش خوبی؟ بی من تا خبر شنیدم زودی خودم رسوندم پیشت. این پوله که فامیلای ما رو هم خورده، ولی اشکال نداره، همه چی درست میشه. قوی باش، باشه، اشکال نداره. بابا برو کارشو دیگه، پاکم خونه ما رو نمیخوام ببینم. آی یوهناس بیچاره شده، اولدم شده، پولم رو برده از روی اون رفته بار دیگه، نبری از ترانسر نیست، لالی گره بدبخت شدم. چی شده؟ یارو کلاهبردار بود، اون خشی این همه رزی رزی کرد، آخرش درفت دزد کلاهبردار عذاب دارم، همه پولا اونو بالا کشید رفت. شنیدی آقا جواد؟ دیگه بدبخت شدم، آینده به باد رفت، دیگه اصلا آینده ای در کار نیست. آروم باش، آروم باش پسر، آسمون به زمین نرسیدی که فدای یه تار موی گندیده تو. نگران نباش. چیه فدای تار موری گندیده من؟ آینده رو سرم خراب شد، همش تقصیر اون خشیار تعطیله. اتفاقیه که افتاده، اونم که قصد و غرض نداشته که. قصد و غرض نبوده، مرض بوده. من مطمئنم خشی میدونست اون یارو کلاهبرداره، فقط میخواست منو به خاک سیاه بشونه. بسته دیگه، هی من هیچی بهت نمیگم، تو هم به اون بنده خدا تهمت بزن. اصلا همه چی تقصیر خودته، باید چشماتو خوب باز میکردی. آقا خشیار فقط اونو بهت معرفی کرد، خودت ذوق زده شدی، بدون تحقیق رفی پولای بابا رو به باد دادی. شما قصه پولای منو نخورید. پسرمه، فدای سرش، وارثمه، باید خرج بکنه. اینو قربونت برم، اصلا خودت ناراحت نکن، فدای سرت. الهی قربونت برم پسرم، هرس نخور انقدر مادر، زبونم لال پس میفتی. مادر من الان پس افتادم دیگه، خدا لعنت کنه باعث بانیشو، خدا لعنت کنه خشی رو، خدا لعنت کنه رزی رو، بارسلونا رو، مسی رو، پیکه رو، شکیرا رو. آخه لعنت حسن بابا به فوتبال، بی آدم نانه زبن نان باشنه به کاسوس. خوابیدی؟ پاشو یه خبر دارم برات. پاشو بهت میگم. چی شده؟ سحر. سحر خانم چی؟ مامان رفته باش حرف زده، اونم قبول کرده. چی؟ حواست کجاست؟ دارم میگم میخواد زنت بشه. واقعا؟ واقعا. امشب چه شبیست؟ شب مراد است امشب، عروسی قباد مستور، ستاره نوظهور فوتبال. حالا همگی دست 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 و حرکات نمایشی اون با توپ چقدر قشنگ کار میکنه. توپ رو میبینیم که با آسمون رفته، کی برمیگرده معلوم نیست. عجب خوابی. والا چی بگم، ولی به نظر من شما نباید تو این کار دخالت میکردی. من صرفا میخواستم در حقش برادری کنم، همین. باشه، شما باید قبلش با پدر من مشورت میکردین. آخه آدم ندیده و نشناخته که به کسی اعتماد نمیکنه.
من این دیوونگی رو دوست دارم، همین که عشق تو. ببینید مینا خانم، دیگه حرمت ها شکسته شده. والا چی بگم؟ خشایار سلام. من بهت نگفتم دیگه حق نداری پاتو بذاری اینجا. فکر کردی شوخی میکنم نه؟ بلا که جفت پاتو شکونه مالید میشه. زکو ببینم، بایسته ببینم، بایسته. آها برو برو که خوب جایی رفت. همونجا خاکت میکنم بهار درختت در میاد. مامان نمیخوای چی بهش بگی؟ چی کارش داری قباد؟ این آدم زندگی پسرتو خراب کرده. آقا به من چه، من چه میدونستم؟ ای ببر صدا تو. ببین یه فرصت کوچیک بده من درستش میکنم. باشه یه فرصت کوچیک قول میدم. درستش میکنی؟ چیو درستش میکنی؟ زدی آینده منو نابود کردی. من اصلا دوست ندارم این چیزا باعث کدورت بشه. قوت به خودم اومده بودم با تو آشتی کنم. اصلا بیا جلو ماچت کنم. ماچت میخواستم. بذار بره بابا همه گلامو له کرد. بس کن قوت. اگه من تا دیروز 1% موافق این ازدواج بودم، الان 200% مخالفم. دیگه فکرشم از ذهنت بکن بیرون. مامان نمیخوای یه چیزی بهش بگی؟ تمومش کن قواد، وگرنه هر چی دیدی از چشم خودت دیدی. بابا ما توی این محل آبرو داریم، حالا باید بشیم نقل زبون همسایه ها. شما هم دیگه نیا این برای علم شنگ را بنداز. حالا هم تا 3 میشمارم همه تون باید متفرق بشین. بشمار 1، بشمار 2، بشمار 3. دیوونم کردی. ببین کی اومده؟ قدم رنجه فرمودی؟ از روزی که میری تو باشگاه واسه چیت کرد که تحویل نمیگیری ما رو. تمرین ها سنگینه ولی خدایش یادتون هستن. بالاخره ما هم از همین زمین خاکی ها کارمون رو شروع کردیم دیگه. نباید یادمون بره کی بودیم و چی شدیم. گفتم بیام یه فوتبالی با هم دیگه بزنیم، چون من هفته دیگه دارم ترانسفر میشم بارسلونا. به خاطر همین دلم واسه این روزا تنگ میشه. کمپ و پی بیه قباد. بابا خبر رسفایی باشگاهتون تو هفت محله پیچیده. همه میدونن که رئیس باشگاهتون کلاهبردار عذاب در اومده. داری چرت میگی؟ این جانب خشایار سرفراز فرزند هوشنگ، بدین وسیله مراتب عذرخواهی خود را از آقای قباد فرزند جهاد آقا اعلام می‌دارم. در کمال شجاعت اعتراف می‌کنم که مسئول برباد رفتن آرزوهای ورزشی ایشان شخص بنده بودم و در واقع این من بودم که نام برده را به شخص کلاهبردار و شیادی به نام آقای رره معرفی نمودم، فردی که با استفاده از احساسات پاک جوانان این مرز و بوم و علاقه وافرشان به فوتبال اقدام به اخاذی نموده است. در همین جا لازم می‌دانم به همه فوتبال دوستان هشدار بدهم که باشگاه فرهنگی ورزشی بارسا اندیشان نوین چیتگر سلام فدای شما بشم، نوین چیتگر سهامی خاص سرابی بیش نبوده و وجود خارجی نداره. امیدوارم که خداوند به من این توفیق را بدهد که انشالله اشتباه خود را جبران کرده و دوستی صدیق و خودم و دوستی صدیق و خودم برای ایشان باشم که در این را آبرو و آینده و امید و زندگی خود را یکجا از دست داده است. خشایار ملقب به خشی. خشایار وای قوبت داره چی میزنی آخه؟ چی میخوای از جون من ها؟ دیوونم کردی؟ واسه چی اون بلوتوث لعنتی رو پخشش کردی؟ آبرو تو محله بردی؟ بابا من فقط میخواستم به همه بگم اون داستان تقصیر من بوده، میخواستم جبران کنم. تو غلط کردی؟ احمق، تو با این کارت باعث شد اونایی که نمیدونستن هم بفهمن. خب تو بگو من چجوری جبران کنم؟ من همون کارو بکنم. هیچ کاری نکن، گماگور شو دهنتم ببند.
شاید بعد 6 ماه خوب شم. سلام. نهار چی داریم؟ اسفناج. بی بخور زور و بازوت زیاد چه؟ بری جوانای مردم رو کتک بزنی. من این همه با تو حرف زدم، باز رفتی در خونه این پسر کتک کاری. همین الان زدمش. چی جوری به این صورت راپورت داده؟ مادرش بهم زنگ زد. خیلی هم ناراحت بود. ولی خداییش این دفعه کار خوبی کرده ماما. پسر یه دیوونه برداشته بلوتوس اعترافات از خودش درست کرده پخش کرده تو محل. چه ربطی داره؟ اون می‌خواسته حسنیتش رو نشون بده. اون وقت نقابت بزنه داغونش کنه. داغون کدومه؟ مهم نیست برات که. نه آبروی ما برات مهمه، نه هیچ چیز دیگه. فقط خودت مهمی و اون توهماتت. من که دیگه به زودی میرم راحت میشینه دستم. کجا ایشالله؟ میرم دیگه. میرم خارج مدرسه فوتبال واقعی. فرار مغز خواه که میگن همینا. آخه این مغز داره که بخواد فرار کنه؟ باش. من مغز ندارم. دیوونم، خلوچلم، آبروبرم. ولی وقتی رفتم خارج عکسم اومد رو جلد مجله، اون وقت دلتون برام تنگ میشه. بفرما لیلا خانم، تعویض بگیر. این پسر هنوز عین بچه‌ها لجباز و بونگیره. اون وقت میگی برو واسهش زن بگیر. آخه کی حاضره دخترشو بده به این؟ ندن. یعنی چی ندن؟ مگه مردم مسخره مال مامان رفته باشون حرف زده. می‌خواستین نری حرف بزنی. من الان خودم نمی‌دونم تکلیفم چیه. نمی‌دونم قراره کدوم تیم بازی کنم. من می‌دونم. تو حیاط پشتی با توپ پلاستیکی و دمپایی پاره. فقط به خاطر مامانه که بهت چی نمیگم. وگرنه بس دیگه. تمومش کنید. خسته شدم از دست هر دوتون. خدای منو بکش از دست این دوتا، منو راحت کن. چرا اینجوری میکنی داداش؟ چرا اینجوری رفتار میکنی همه فکر کنن یا بچه ای یا عقلت پاره سنگ برمیداره؟ چرا نمیذاری اونجوری که من میشناسمت بقیه هم بشناسنت؟ یه پسر باهوش، قوی، مسئولیت پذیر. تقصیر من نیست که خودشون پیله میکنن به من. میدونن من عصبیم و هی اذیتم میکنن. خب دنیا که به آخر نرسیده. دو روز یه یارو اومد تو زندگیت، بعدم فهمیدی شیاد بود و کلاهبردار، تموم شد رفت به کارش. تو چرا قاطی کردی عزیز من؟ تو الان باید فکر آیندت باشی، باید به سحر فکر کنی. اون واقعا بهت امید داره ها. جونه بابا. جونه لیلا. من خودم دخترم، تو نگاه دختر میفهمم تو دلش چی میگذره. فقط یه مشکل کوچولو هست. چه مشکلی؟ سهر که خودش راضیه، خودت هم میدونی. باباش. باباش؟ خب اونم بابای دیگه، بالاخره رو دخترش حساسه، درسته؟ منظورش چیه؟ یه سری شرط و شروط گذاشته واسه خواستگاری، گفته که تا اینا رو انجام ندیم نمیتونیم بریم خونه‌شون. چه شرطی؟ من که سربازی رفتم. نه، یه سری شرط غیر از سربازی. مثلا چی؟ خیلی پیش با افتاد و جوزی ها. مثلا گفته که من 100 سال سیاه دخترم و به یه پسر بیکار بیاری که نه ماشین داره، نه خونه، نه زندگی مشخص، نه شغل مشخص، از تربیت و شعورم نداره نمیدن. مطمئنه چیز دیگه نگفته؟ همین هاست؟ چرا بازم گفته، ولی دیگه اونو خیلی جزئیه. داداش تو اصلا خودتو ناراحت نکنی ها. تو اعتماد به نفس داشته باش، سعی کن خودتو نشون بدی. من مطمئنم باباش وقتی موفقیت تو ببینه خودش پیغون پسخون میفرسته بیام خواستگاری دخترش. جون لیلا راست میگه. سکوت سنگینی بر همه جا حاکمه. تیم بارسا واحد چیتگر هم که تو زرد از آب در اومد. کسی که در تصویر مشاهده میفرمایید بدبخت‌ترین انسان روی زمینه. 1.70 متر قدشه و کار خودشو از زمین‌های خاکی اطراف تهران شروع کرده. همین چهره. همه ی آرزوهای آیندهش نقش بر آب شده و من مجدداً با قاطعیت میتونم بگم راهی به جز تباهی و بدبختی پیش روی این چهره نیست. اخیراً هم کتککاری مفصلی با نامزد خواهرش داشته. نامزد خواهر من نیست. مامان. این اینجا چی کار میکنه؟
سیاوش رستمی هستم. دست شما درد نکنه، زحمت شد. خواهش میکنم، بفرمایید. آقا جوادم نزدیکه. قباد جان یه دقیقه بیا تو آشپزخونه کارت دارم. میام الان. شما واقعا دستوی پشت پرده این؟ میان شما مافیایی هستی، خیلی قدرت داری. بالاخره یه دستی تو پشت پرده دارین دیگه، ندارین؟ اینا فکر میکنن هر کی یه دستی تو فوتبال داره و پشت پرده است، دست پشت پرده است پسر جون. بله. مثل اینکه مامانت کارت داشت. این مرده کیه؟ چطور نمیشوسیش مادر من؟ این سیاوش رستمیه، پیشکسوت فوتباله. یه بارم دعوت شد تیم ملی ولی دروازه خطش زدن. الان تو مافیاست، بازیکن جابجا میکنه، خیلی کارش درسته. اینجا چی کار میکنه این آتیشواره؟ بابا تو از کجا میشناسه؟ من از کجا بدونم؟ خود منم موندم بابا اینو تو حالا کجا قایم کرده بوده؟ بذار بابات بیاد تا من تکلیفمو با این توفه روشن کنم. اینجوری نگو مامان جان، ممکنه بشنوه. اینا مشهورن، زود بهشون برمیخوره. این بلیت خوشبختی منه. به به، عروس گلم، خوبی؟ سلام بابا. سلام بابا. سلام. بابات یه چیزایی گفته در مورد خواستگاری، خط نشون، شرط و شروط، راسته؟ شرمنده، چی بگم، پدر دیگه. پس باید پدری کنه برات. ببین از قول من بهش بگو من تا میخم و سفت نکوبم از نردبون بالا نمیرم. یه فکرایی برای قباد دارم، اون موقع آستین ها رو بالا میزنم. بابا جون سر که حرفی نداره. بله عروس گلم واقعا حرف نداره، این دیگرانن که حرف تو حرف میارن. شما یه ساعت مهمون عروس گلمون باشین، من تو خونه یه مهمون نامحرم دارم. سلام آقا جواد. سلام. دست مریضات، حالا دیگه مهمون دعوت میکنی بدون این که به من بگی؟ بابا اون مهمون نیست که، اون کلید خوشبختی پسرته. آره؟ قباد میگه جاسوسه. جاسوس کدومه؟ مافیاست. خلاف خلافه، من نمیخوام پسرم قاطیه خلافکارا بشه. بابا فوتبالیسته، ورزشکاره. دیروز اومده بود تو کارخونه پی اسپانسر میگشت برای باشگاه شد. قول دادیم، قول گرفتیم من اسپانسرشون بشم، قبادم بره تو تیمشون. معامله یه دو سرسوده، باخت نداره. ببخشید سیاوش، چی شد که شما از تیم آذرخش جدا شدین؟ با مدیر عاملش اختلاف پیدا کردم. اون تو فوتبال اومده بود کاسبی کنه، اما من با فوتبال زندگی میکردم. ولی من شنیدم چون دخترشو طلاق داده بودین اخراجتون کرده. به به، جناب رستمی بزرگوار، قدم رنجه ور بودید قربان، بنده نوازی کردید. بفرمید، بفرمید. بفرم. جلسه و سر کله زدن با کارگران میدونید که سخته، سر کله زدن خیلی سخت. آشنا شدین با پسرم، قبادم، طول عمرم، جگرم؟ بله یکم آشنا شدیم، ظاهرا از فوتبالم خوشش میاد. نه فقط خوشش میاد، عاشقشه. بازیکن خوبی هم هست، پا به توب، سرزن، این پاش به اون پاش لایی میزنه. منظورش این یه پا دو پاه. ظاهرش هم خوبه،
قد بلند، چارشونه، فقط یکم اضافه وزن داره و از کم کنه آینده روشنی داره. به هر حال هر گلی زدی به جمال خودت زدی، آیندهش دست توه. دسته ایشون که پشت پرده است. بالاخره یه دستی باید پشت پرده باشه که فوتبال نگه داره دیگه. میتونی برای شازده پسر من کاری بکنی؟ میتونی یا نه؟ اگه آدم برای عزیزاش پارتی بازی نکنه برای کی بکنه؟ روک و پوست کنده میتونی ببری لای گلا. منظورش این لالیگاست تو اسپانیا. خب ایشون اول باید از تیمای داخلی شروع کنن، یکی دوتا درگیری با داور و مربی و چند تا عکس رو جلدی و حاشیه‌های بزرگ، بعد آروم میفرستیمش یکی از تیمای باشگاهی خوب. ریش و قیچی دست خودت آقا سیاوش، تو از این بچه فوتبالیست بساز، منم هوای خودت و باشگاه تو دارم، نمیذارم آب تو دلت تکون بخوره. البته تو تیم آبی و قرمز هم آدمایی رو دارم که بتونیم کاری براش انجام بدیم. واقعا؟ جدی میگین؟ ولی اگه نظر منو میخواین باشگاه خودمون، چون خودم اونجا هستم، زیر و بم کارو بهش یاد میدم. تیم شما که خوب نیست که، دو سه تا بازی آخرش هم باخته. اگه میشه برام همون آبی و قرمز. والا هر چی آقا سیاوش میگه بگو چشم، بقالی نیست که چک چونه میزنی. جوونن دیگه، نمیدونم برای رفتن به تیمای بزرگ باید از تیمای کوچیک شروع کنن. باید اول پایه‌شون قوی بشه. اگه میشه پایه‌ش قوی نشه. اخیراً داشت پایه‌ش قوی میشد، یه کلاه گونده رفت سرم. ببینم پسر جون، تو دوست داری فوتبال پایه‌ای یاد بگیری یا دوست داری فقط بشینی رو نیمکت پول بگیری عکست بره رو جلد مجلات؟ بشینم رو نیمکت پول بگیرم عکسم بره رو جلد مجلات. کداسن آلم مرالم آنهای بغلم کداسن آلم. پاهای قباد ادامه میدیم. بله. و دستان قباد مسرور. و این کسی که در تصویر ولو شده کسی نیست جز یه آدم مغرور که جنبه یه برخورد ساده با یه آدم معروف رو نداره. ایشین بینیم بابا. بی نزاکت منشوری. رسولیا چجوری این بازی میکنه هنوز؟ سنی نداره، تازه 30 سالشه. البته سجلشو یه 7 سالی دیر گرفتن. میشه مگه؟ چرا نمیشه پسر جون؟ تو این فوتبال همه چیز میشه. من تکذیب میکنم. ما توی تیممون هیچ مشکلی نداریم. همونطور که میبینید خیلی خوب داریم تمرین میکنیم. خیلی بی‌حاشیه تمرین میکنیم. منم نه معصومم، نه میخوام برگردم لیگ عربی. برگشتم که این چند سال آخر عمر فوتبالیمو تو کشور خودم بازی بکنم. حالا اگه اجازه بدیم بعدم. آقای رسولی. آقای رسولی. بارون فکور. بارون فکور. بارم منشوریه که. سلام فکر. سلام ورسو. راسته که شما رو تو پارتی شبانه دستگیر کردن؟ اینجا پارتی شبانه است؟ نه دوستان، اینجا سر تمرینه. منظورم پنجشنبه شبه. دوستان یه چیزی میگم واسه همیشه روشن شید. تمام حواشی توسط رقبای ما درست میشه و جدی نگیرید. علت این همه حواشی که بر شما درست میشه چیه؟ بیری از خود آقایان حاشیه بپرسیم. به من هیچ ارتباطی هم نداره. اگه اجازه بدیم من کار دارم. مرسی فکر. منشوریه با اخلاق،
آقا سیاوش سلام. سلام آقا رستمی. سلام چطوری؟ بالاخره اومدی؟ بله خیلی وقت اینجا. آقا امروز لباسم به اون میدن؟ لباسم آقا ما شماره ده رو میخواییم. آقا هفتم خوبه، هفت خوبه. صبور باش به شماره هم میرسیم. سلام آقا ما پست تخصصیمون فوروارده، ولی هر پستی که تیم نیاز داشته باشه من در خدمتم. فعلا مهمترین پستی که باشگاه بهت احتیاج داره دستیار تدارکاته. آقا ربی جونم. آقا اینم یه دستیار زبر و زرنگ و خبره. خیلی هم خوبه آقا. موسی یه کاور بده. بیا این بطری رو هم وردار بچین کنار زمین پسر. آفرین قباد، میخوام خودتو خوب نشون بدی. آقا ما اومده بودیم پولدار شیم و مشهور. پولدار هم میشی، معروف هم میشی. سیاوش خیرابی هم از همینجا شروع کرد، از پیش ربی. کی هست؟ پسر چی کار داری میکنی؟ چرا تمرین رو به هم میزنی؟ آقا کی هستی تو؟ آقا ما دستیار تدارکاتیم دیگه، دستیار آقا رفی ربی. خب چرا اینا رو میریزیم وسط؟ توجیه شدی؟ بله توجیه شد، جمع میکنم الان. آقا شما واقعا علی کریمی علیه بودی تو فوتبال؟ مثل که امروز زیاد زیر آفتاب موندی. برو اینا رو جمع کن، بدو بدو. چشم میرم. بدو جمعش کن دیگه. دست درد نکنه. خبرنگاری شما؟ آره چطور؟ من مشتریم. مشتری؟ نه یعنی منظورم اینه که الان مزنه‌اش چنده. چی؟ مزنه چی چنده؟ آقای محترم من میگم الان ستونیه، نمیدونم عکسیه، صفحهیه، چجوریه؟ چجوری حساب میکنی؟ پاش آقا شو. پاشو برو اشتباه گرفت. پاشو برو. سوء تفاهم شد آقای محترم، من میخوام آگهی بدم الان باید چی کار کنم؟ آها ببخش، فکر کنم رشوه بدی. مدفوعات ورزشی و رشوه؟ آخه درست اصلا حرف شما؟ خب حالا چی میخوای؟ فوش، مد، مد شپزم، چی کارت را میندازه؟ این مد شپ، این چی آخریه چی بود گفتی شما من نفهم؟ این یعنی یه جوری به یارو فوش بدی که فکر کنی داری ازش تعریف میکنی. خوبه این؟ نه، صرفا یه عکس میخوام که توی ابعاد معقولی روی جلد زده بشه. میدونی من میخوام این بنده خدا روز اول تمرینیش به چشم بیاد و یه گوشه‌ای ثبت بشه. حالا این بنده خدا کی هست؟ آها شما این کاور زرده رو می‌بینید داره خیلی خوش استایلی داره دست بچه‌های تیم آب میده، هم اون. خب شما نقدی حساب کن، عکس و خبرش با من، هواشو دارم. خوبه؟ دست شما در جا. آقا پسر، آقای فکر با تو هم نمیخوای بیای تمرین؟ زور شد. سلام آقا، حال شما خوبه؟ آقا ما شما رو خیلی دوست داریم. این گل آخریه که زدی گل خالیه بغل پا زدی، خیلی خوب زدی. این پسرم من الان سر تمرینم، اگه عکس و امضا میخوای برو بعدم بیا. بودو ببینم. بودو. نه آخه آقیتی یه ساعت میشه در صداتو میزنه. واسه این اومدم. تو رو سننه. کی تو راه داده تو زمین؟ موضوع تیم اما ما تدارکاتیم خودمون. اه؟ پس برو چای تو دم کن، تو کار بزرگترم دخالت نکن. بودو. زشتی برای شما آقا برام. برای شما بزرگتری الگوی اخلاقی هستی، اسوه اخلاق هستی. ما کوچیکتر از شما یاد میگیریم. بعد شما موقع به بزرگتر احترام بذارید. آقا قیدر شما ببین بزرگتر از شماست. بالاخره احترامش واجبه. این همه مربیگری کردی. بعد شما اینجا میشینی اینجا همینج نگاه میکنی منو. برو دیگه. واسه چی میذاری؟ چیکار کردم؟ کمک. واسه بجو واسه زمین.
جد آقا اخلاق نداری ها، واقعا منشوری هستی. یعنی اصلا شما چی شده؟ این چیه داره واسه من بلبل زبونی میکنه؟ آقا این ما چیزی نگفتیم که بهش گفتیم بزرگتر احترام بذار، برو این مربی چی کاری داره. کی گفت تو کار بازیکن دخالت کنی؟ اصلا کی تو رو آورده اینجا؟ سر خود که نیومدیم که، آقا رستمی ما رو آورده. همین دیگه، هر کی هر کاری دلش میخواد میکنه. بفرما برو شما بفرمایید سر تمرین. بفرمایید شما مگه صلاح میدونید تشریف بیارین سر تمرین؟ ای بابا شما هم که فقط بلدی به ما گیر بدی. بابا سلام، چی شده؟ وای خدایا باز عذاب نازل شد. برو پی کارت، من اعصاب ندارم. داداشم میخوای برم چکشش کنم؟ آره داداشم برو چکشش کن، برو دیگه برو. ببین من مشکلی ندارم ولی میگم اصلا درست نیست انتقام طلب یکی از خصهای سه قهرمان باشه. حالا چی شده بود؟ چی شده که زیرابمو زدن. ای بابا مربی بهم لچ کرد. تو اینجا چیکار میکنی اصلا؟ هیچ، اومده بودم سورپرایزت کنم. سورپرایز کنی؟ سورپرایزت هم دیدیم. برو برو پی کارت. آقا با فردا عکس شما میشه تیتر اصلی روزنامه ورزشی.